سلام دوستان وقتتون بخیر خوشحالم از اینکه یک بار ای در خدمتون هستم همونجی که قول داده بودم بهتون در واقع میخوام امروز در مورد راه اندازی استارتاپ توی کانادا باهاتون صحبت بکنم خب خدا تاثیرات تعطیلات سال 9 هست اینجا و یک فرصت پیش اومد که من این ویدیو رو در واقع تهیه بکنم واسهتون دوستان تو این ویدیو من بیشتر در مورد راه اندازی استارتاپ توی کانادا صحبت میکنم و کمتر در مورد ویزای استارتاپ کانادا صحبت میکنم هرچند که قطعا به درد همه افراد این میخوره میده که کانادا در واقع ویزای استارتاپ داره که خب در واقع گرفتن اقامت دائم کانادا از طریق این خیلی خیلی ساده است و روش روتینیه مخصوصا واسه کسایی که در واقع بیزنس فعال دارن واقعا بیزنس رو دارن فکر میکنم روش راحتی باشه این مطالبی که من توی این ویدیو میگم بیشتر در مورد تجربه شخصی خودم تو راه استارتاپ تو کانادا است امیدوارم که به دردتون بخوره ما یک سال پیش بود که در واقع بیزنسمون رو تو کانادا ثبت کردیم به فدرالی و در واقع, این ایدم از اینجا شکل گرفت که من با یکی از اساتید کار میکردم و ایشون توی دانشگاه یک در واقع یک از دوستان به اسم دنیل رو به من معرفی کرد که من با ایشون آشنا شدم یه مدت داشتیم روی پیپری کار میکردیم داشتیم کار ریسرچ میکردیم بعد یک روز همینجوری شروع کردیم صحبت کردن در مورد بیزینس و اینا به این نتیجه رسیدیم که یک در واقع استارتاپی رو توی کانادا شروع بکنیم و اولین کاری که کردیم اومدیم در واقع گفتیم هر نفر ایدایی که تو زینش هست رو بنویسه بعد اومدیم باز با دیگه کردیم از بین اینا مثلا سه تا ایده رو انتخاب کردیم نهایتا گفتیم حالا این سه تا ایده که انتخاب کردیم ببینیم بریم یه سرچ در واقع توی گوگل بکنیم ببینیم چقدر رقیب وجود داره واسه ای این ایده ها. چقدر افراد دیگه روش کار کردن چقدر راندیش سخت راحت امکان شکست داره نداره چه جوریه سرچ کردیم نهایتا از بین اون ایده رو کردیم که در واقع ایده سایت تیچینگ بود که در واقع پلتفرمیه که استادا رو و دانشجوها رو به هم دیگه وصل می‌کنه استادا و دانشجو میتونن از کل دنیا باشن و میتونن واسه کلاس و سمینار و چیزهای دیگه در واقع به هم دیگه متصل بشن حالا نمیخوام در مورد کلی جزئیات در واقع بیزینس توضیح بدم این کلیاتش بود ناچتا خب چیکار کردیم گفتیم حالا که ایده رو تثبیت کردیم بیشتر روی چون می‌بینیم اون در واقع پلتفرم هایی که شبیه ما هستن چیکار میکنن یعنی بیشتر سعی کنیم با بیزینس درگیر بشیم قسمت های مختلف بیزینس رو شروع بکنیم یعنی قسمت های مختلف پلتفرم رو شروع کنیم بنوشتن نوشتن مثلا ابوتاسش چجوریه کانتاکتاسش چجوریه ساین اپش چجوریه قسمت های مختلف یکی یکی شروع کنیم بنوشتن و همزمان بعد از که یک جزیات رو نوشتیم شروع کردیم در واقع با طرا مختلف صحبت می‌کنیم هزینه هاشون چجوریه نوی کار کردنشون چجوریه و این بود که تیکه تیکه خب بیزینس شروع کرده کار کردن یه،, یه چیزی که همینجا باید بگم که در آخر ما بعد از چند ماه بیزنس ما رو به صورت فدرالی توی کانادا ثبت کردیم این سعی کردم خیلی زود این رو ثبت بکنیم این کلا ثبت بیزنس توی کانادا خیلی خیلی مزایا داره و به نظرم که باید حتما این کار رو بکنید هرچند ببینید شما اگه استارتاپ هستید تا زمانی که ترنزکشن یا بحث مالی پیش نیاد نیاز به ثبت بیزینس وجود نداره هرچند که ثبت بیزینس چیز خوبیه و من می میکنم که زودتر بیزینستون رو توی کانادا ثبت بکنید البته باید یه نکته در نظر بگیرید که برای ثبت بیزینس تو کانادا حتما باید یکی از اعضا پی آر یا سیتیزن کانادا باشه این نکته است که حتما بعد نظر قرار خب بعد از که بیزینس سر کردیم با طراحی مختلف صحبت کردیم یه خورده خودمون جزئیات بیزینس رو بهتر شناختیم بعد اون در یک جایی در واقع نقطه در واقع پیشرفت ما بود یا سکوی پرتاب ما بود اونم برنامه سیگما در توی یواوس کانادا بود که در واقع این برنامه واسه استارتاپ های ارلی استیج طراحی شده بود یعنی استارتاپی که در حد ایدن تازه شروع کردن همجوری میدین استارتاپ ها های مختلف دارن بعضی استارتاپ ها در حد ایده هستن تازه شروع کردن بعضی استارتاپ ها نه از حد ایده گذشتن دارن کار میکنن ولی میخوان اسکیل کنن میخوان بزرگتر بشن و بعضی استارتاپ ها نه سال ها سرن کار میکنن ولی میخوان فیچرای های جدید اضافه کنن میخوان به کشورهای مختلف برن که خب اونا دی معمولا به های بزرگتر نیاز دارن ما یه استارتاپ ارلی استیج بودیم تازه شروع کرده بودیم و وارد این پروگرام سیگما که شدیم خیلی کمک کرد بهمون که یه خورده بیشتر با با استارتاپ آشنا بشیم یه خورده دانشمون در مورد راه اندازی بیزینس و استارتاپ بیشتر بشه یعنی هدف این برنامه بیشتر در واقع آموزش بوده که یاد بگی استارتاپ چجوری چی چجور راش بندازید و یه سری یعنی من در واقع یه مقداری هم با ادبیات استارتاپی آشنا بشیم مثلا اینکه ولیو پرپوزیشن چیه بیزینس پلن چجوری بنویسید چند مدل بیزینس داریم چه جوری مارکت ریسرش انجام بدی چه جوری مثلا مپسل رو بکشی یا در واقع نقشه فروش رو بکشی یا چه جوری در واقع رقبات رو تحلیل بکنی و موارد شبیه به این یا این مثلا حالا فرض کنید بزنس را افتاده از کجا میدونی که داره بزنس خوب کار میکنه چه معیارهایی چه فاکتورهایی وجود دارن که تو بررسی بکنی که ببینی بزنس داره واقعا خوب کار میکنه موارد شبیه به این رو خوب یاد گرفتیم تو این دوره و مهمتر از همه اینها اینکه ما تو این دوره تونستیم در واقع به عنوان یکی از برنده شناخته بشیم و نهایتا بعد از دو سه ماه تونستیم ۲۵ 25000 دلار در واقع مانی ریز بکنیم که خب خیلی شروع خوبی بود واسه بیزینس ما پس من توصیه من به همه اون کسایی که میخوان استارتاپ رو راه بندازن به نظر اولین گام همیشه اینکه خود دانشتون رو ببرید بالا و توی برنامه های اینکیوبیتر یا اکسلریتر شرکت بکنه. برنامه این برنامه واسه اینه که به استارتاپ کمک بکنن که اگر تو ارلی استیج خب خوب یاد بگیرن دانششون بیشتر بشه سعی کنن در واقع اون ایدهشون رو پولیش بکنن یعنی در واقع اشکالات ایده رو برطرف بکنن و اگر هم استارتاپ داره کار میکنه خب بهش کمک کنن که رشد بکنه رشدش بیشتر بشه حتی میتون توصیه میکنن که واسه شروع یک از بین ایدایی که دارید یکی رو انتخاب بکنید واسه اون در شروع کنید به کار کردن و حتما توی این برنامه های انکیوبیتر یا استارتاپ شرکت بکنید علت هم اینه که بعد از اینکه یکی دو بار توی اینا شرکت کردیم مثلا برای ما ما بعد از که تو برنامه سیگما شرکت کردیم وارد برنامه کولاب شدیم توی همه استان‌های کانادا تعداد زیادی از این ها و اکسلراتورها وجود داره ولی بعضیشون اون اصلیاش هستن که ما بعد از برنامه سیگما تونستیم وارد کلاب بشیم که یک در بزرگترین شتاب دهنده استارتاپ توی در واقع ساسکاچوان است وقتی وارد این شدیم دیگه اینجا هدف همش یادگیری نبود هدف اجرایی بود یعنی که اینا میخواستن بهت کمک کنن که بیزنس رو ران بکنی دیگه یادگیری خوبه کافیه بیشتر هم میتونی یاد بگیری ولی باید بیزنس رو ران, ران بکنیم و در واقع پول در بیاری به اون مرحله در واقع در درامزایی هدف این در واقع این بود که خب اینجا هم خیلی بهمون کمک کرد که بتونیم در واقع بیزنس رو به مرحله اجرایی برسونیم که حالا فکر میکنم حدودا یکی دو هفته دیگه بیزنس میاد بالا و حتما رونمایی میشه و حتما توی پیج در مورد اون هم بیشتر صحبت میکنم ولی چیزی که هست چون اینا همه این برنامهای سری اپلیکیشن داره معمولا یه سری سوالات می‌پرسن مثلا اینکه اصلا بیزنس شما در مورد چیه توی چه حوزه‌ای حوزه تو حوزه نفت تو حوزه گاز تو حوزه آموزش تو چه حوزه تو حوزه هوش مصنوعی مثلا مشتری‌های شما کیان رقیبای شما کیان تا حالا چقدر پیشرفت داشتید تا حالا چیکار کردین برنامه‌تون مثلا آینده چیه همه اینها همه این برنامه‌ای که همین یه سری در واقع در واقع یه سری اپلیکیشن هایی دارن که وقتی یکی دو بار توی برنامه شرکت کنید تکراری میشه یعنی ما بعد از اینکه تو برنامه سیگما و کولب شرکت کردیم دیگه رقابت های بعدی و پروگرام های بعدی که بود خیلی راحت تر میتونستیم شرکت کنیم چون خیلی اطلاعات از قبل خب داشتیم مثلا چی مثلا ما بعد از این توی برنامه ای 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 یک برنامه فکر میکنم اسم CCCA که در واقع یک رقابت استارتاپی بین در واقع شرکت های کانادایی و چینی بود که تو اونم جز 6 تا تیم برتر بودیم هرچند برنده نهایی نشدیم ولی خب شرکت کردن تجربه خیلی خوبی بود و بعد از اون اخیرا هم مثلا توی برنامه مای تکس شرکت کردیم که خب بهمون کمک میکنه در واقع گورنمنت کانادا که بتونیم یک نفر رو استخدام بکنیم بهمون فاند خوبی میدن علاوه بر این توی برنامه ای اناکتوس که در واقع توسط توی کل کانادا هست اونجا اونجا باز نامینیت شدیم و فکر میکنم توسط بانک اچ بی سی فکر میکنم این پروگرام حمایت میشه که اونجا در واقع تونستیم یکی از برگزیده باشه هرچند که خب هنوز این رقابت ادامه داره خلاصی هم این که به نظر من یک اگر میخواید بیزنستون تو, تو کانادا در واقع راه بندازید یک از بین ایدهای مختلفی که دارید یکی رو انتخاب کنید روی اون تمرکز کنید وارد جزئیات بشید بیشتر در واقع جزئیات بیشتری در مورد بیزینس بنویسید چجوری میخواید راش بندازید چه شکلی باشه چجوری باشه مشتری‌ها کیان و سعی کنید توی برنامه‌های در واقع شتاب دهنده شرکت یا هم اینکیوبیتر ها اکسلراتور ها حتما شرکت بکنید خیلی خیلی بهتون کمک بزرگی میکنه که هم یادگیریتون بیشتر بشه هم دانشتون در مورد استارت بیشتر بشه و هم کانکشن های خوبی در ایجاد میکنه از اینجا بعد کم کم دیگه همه چی روتین میشه در مورد که این برنامه پولی هستن خیلی از این برنامه هم رایگان هستن این نیازی این که حتما شما پول بدید و اتفاقا خیلیشون مثلا اگر خوب کار بکنید و جز اون برنده ها باشید بهتون فاند هم میدن که میتونه واسه یه در واقع رشد بیزینس بهتون کمک بکنه دوستان ممنون از توجهتون اگر سوالی دارید حتما خوشحال میشم که زیر همین پست بهتون کمک بکنم وقتتون بخیر و خدا نگهدار